با نام خداوند یکتا و مهربان، سلام پر از محبت حضور پرنور شما علاقمندان برنامه دور میفاد و بیننده خوب تلویزیون سوا. امیدوارم که همتون خوب و صحتمند باشین، هفته بسیار خوب را سپری کرده باشید. بازم امشب در کنار شما هستم در یکی از دیگر برنامه های دور میفاد. در این فضای باز ما را همراه باشین و هنرمند بسیار خوب کشور با ما هستن. امشب آهنگ بسیار خوب دوست داشتنی ها تقدیم ما میکنن و همچنان صحبت های خوب ایشان میداشته باشیم که همه شما با چهرهش با آوازش آشنا هستین، همه شما هنگای زیبا و مقبولش تماشا کردین و این بار خواستیم که مهمان برنامه دوری میفاشن و لحظات که با ما باشن خوش بگذره، عالی بگذره و آهنگای بسیار خوبه که هم دارن یک و یک تقدیم بر شما میکنن و باید بگیم پیش ازی که سلام خدمت شما تقدیم بکنن و شب بخیری با شما داشته باشن. یکی از آهنگای بسیار جدید مقبولش همچنان امشب با خود آورده که در برنامه دور میفا اجرا میکنن و میخوانن کس از شما مشناسینشون. شفیق جان سروش سلام خدمت و شبت بخیر. سلام فیصل عزیز، خوب هستین؟ سعدمند بخیر هستین. جان تانجور است، سلامت، تشکر، خوش آمدید. سلام به شما، به همکارای شما، به تلویزیون زیبای شما و از طریق تلویزیون زیبای شما یک سلام به مردم عزیز شریف افغانستان تقدیم میکنم. امید از هر جای باشن، جور صحتمند باشن، در فضای ستور زندگی کنند. زنده باشین شفیق جان عزیز. بعد از وقتا دیگه باز هم در کنار ما هستیم و بسیار خوش هستیم که خود هم شب داریم و قسمی که پیشتر من هم برای دوستا گفتم که یک از آهنگای جدیدتون البته تهیه کردین خدمت علاقمندا، میخوایم در این مورد یکم بیش صحبت بکنید چگونه آهنگ است و چه وقت بخیر تکمیل شده و میشه که معلومات بر ما داشته باشین. خب فیصل عزیز، آهنگ سرش بسیار زیاد زحمت کشیدیم و اگر ویدیوش هم متوجه شاین کاملا متفاوت از دیگر ویدیو هست و قدر ویدیوهایی که در خود افغانستان ساخته میشه. بله. البته این ویدیو هم در داخل خود افغانستان ساخته شده و در شهر کابل زیبا ساخته شده، اما وقت آدم متوجه شه و قدر معلوم نمیشه که در خود کابل باشه. یعنی متفاوت است، کاملا متفاوت است، یک چیز کاملا جدید است. دیگر شعر از کمپوز از رفیق جان آریا است، شعر شمسی مین اندلیب مشتری است و آوازم از خودم. بسیار خوب، همیشه آهنگایت شفیق جان زیبا بوده و مقبول خواندین خودتان و این گفتین این آهنگ یک آهنگ متفاوت، البته در کلپش گفتین متفاوت است، شاید شعر و کمپوز هم متفاوت باشه از دیگر آهنگا. خب ما این آهنگ هم مشتریم، اما باید بگوین که این آهنگ فکر میکنم آهنگ یاد است. بله، آهنگ یاد است و تشکری خاص میخوایم از مشعل جان یوسفی کنم بخاطر کلپ عزیز بسیار زیاد زیبا جور کردن، بسیار زیاد کاملا متفاوت گفته شما. دیگه تشکری میکنم از شما. آزنده باشین، ای آهنگ بر ما اجرا بکو، اما میخوایم که بگوین این چندمین آهنگ شما هست. خب فیصل عزیز، من دو آهنگ قبلا داشتم و یک آهنگ همراه برادرم بوجی جان تهیه کردم و با این آهنگ یاد آهنگ چهارمی است. بسیار خوب. بعد از آهنگ چک چک فکر میکنم این آهنگ است. بله. درست است؟ بعد از آهنگ چک چک آهنگ یاد. آها. و شب روز عید است و آمد عید همچنان است. بعضی از هنرمندا آوازخوانا کوشش میکنن که آهنگای عیدی داشته باشن و کارهای بیشتر. شما چطور؟ آمادگی دارین برای روزهای عید که آهنگای مقبول زیبا داشته باشن تقدیم علاقمندا بکنین؟ خب با یک کاملا یک سرپرایز گفتم میتونم یا متعجب میسازیم علاقمندا را انشاءالله. بله. امروز یکی از دوستای بسیار نزدیکم یک آهنگ دارم بخیر خوبی میگم رو بخیر دهید باز بنشن. بسیار خوب، بسیار خوب. دوستا شما باید از انتظار بکشین که این آهنگ زیبا را گفتن که یکی از رمانده دیگه هست براتون میخوانن، اما این آهنگ دگانشون که با مجیب جان بود برادرشان، آهنگ چک چک بهترین آهنگ از همه علاقمندا پذیرفتن، مطمئن هستم و مطمئنن که آهنگ شما هم بسیار مقبول است. پیش از اینکه خودت تو آهنگت تکمیل بکنی با دوست گفتی خودت دیگه میگم که عالی است. زنده باشین، تشکر. خب شفیق جان، میشه که آهنگ یاد برام اجرا بکنی؟ آهنگ یاد اجرا میکنم. من اصلا تصمیم داشتم از آهنگای سابق شروع کنم، اما تو نمیگم. خب شما میگین از آهنگ جدید. خب از آهنگ جدید شروع میکنیم مشکل. و اگر میگه که دوستا را انتظار بونیم که کم بهش انتظار بکشن با آهنگ جدیدتان، اما من نظرم گپ خوب است، خوب است، امیر ما قبول میکنیم. بله آهنگ بله. یاد اگر منتظر باشین چگونه آهنگ است که براتون امشب شفیق جان در برنامه دریم فام میخونه. حالا یکی از آهنگای دیگه شون انتخاب کرده و تقدیمتون میکنه، پس شما هم تماشا بکنید.
آهنگ رفته آهنگ اولین آهنگم بود، میخوام به اجرا کنم. خودم زیاد وقت میشه پشت از آهنگ دق شده این بو قدر نشه زیاد وقت میشه واقعا خودتون که داشتین مطمئن باشین که همه دوستا علاقه مندا دق شده پشت آهنگ حتماً حتماً تازه فرمایید باشین رفته از دل رفته از بر رفته رفته از خاطر ای رفته از دل رفته از بر رفته رفته از خاطر بر من منگر تا به نگاه تو ندارم بر من منگر زان که بجز تلخی تلخی اندو در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم ای رفت از دل رفت از بر رفت رفت از خاطر از دل راست بگو بحر چیم شد ای رفت از دل راست بگو بحر چیم شد با خواب رها آمده ای باد بسایم گر آمده ای از پایان من اونیم و مرده و من سایه سایه اویم من اونیم آخر دل من سرد و سرد و سیاست ای رفت از دل رفت از بر رفت رفت از خاطر بر من منگر تا به نگاه تو ندارم بر من منگر زان که بجز تلخی تلخی اندو در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم یکی از
فرهنگای بسیار مقبول دوست داشتنی خدمت شما کردن ای رفت زدل بسیار مقبول و مطمئن هستم که همه شما این آهنگ خوش کرده این و قابل پسند همه شما بوده و هست. تشکر از خودت شفیق عزیز که این آهنگ را زیبا اجرا کردید. یکی از کارهای تازه تان نواتان در اول از اینکه شما موسیقی را آغاز کردید. در آغاز موسیقی همین کار اول تان بوده دیگر. بله کار اول بود و یکی از کارهایی بود که واقعا خودم باورم نمیامد که قدر مردم یعنی قبول کنند تایید کنند این آهنگ. اما تا جایی که هست این آهنگ گفتم میتونم به جوانام است و به بزرگسالام است. چون یک شعر داره که بسیار زیاد معنای بسیار یعنی بسیار معنای خوب داره. آها واقعا معنای شعرش و موسیقیش هم خوب عالی بود و این که خودتان بسیار با آواز شیرین تون خواندین زیبا بود. بعضی از اوقات است که بعضی آهنگا در دل همیشه چنگ میزنه و این آهنگ هم هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه شنونده خاص خود را میداشته باشه همچنان بیننده خود. خب خودت در وقتی که آغاز به موسیقی کردی اولین آوازی که شنیدی از کی بود؟ از کدام هنرمند بود؟ و خود هم خواستی که بابا از او را پیدا بکنی و انتخاب بکنی را موسیقی را؟ خب فیصل عزیز من قسم شده از من که اصلا تصمیم نداشتم که باید در راه هنر بیایم. اما تشویق پدر جان و برادر و فامیل بوده که من وادار به این ساخت که من باید در هنر در راه هنر بیایم بخیر. دیگه اولین آوازی که من گفتیش ما شنیدیم از دفتر علاقمندش بودم فراجان دریا بود. دفتر می شنیدیم آهنگشان و آهنگای فراجان دریا رو شنیده شنیده بودم. آها یعنی روحی آوازخوانی بر شما آهنگای فرهاد دریا و خود هنرمند خوب کشور ما فرهاد دریا برزن داد که شما خواستیم که هنرمند خوب شوید. بله خب یکی از آهنگای بسیار مقبول فرهاد دریا همش مقبول است. خودت از یادتر خوشت میاد همیشه از زمزمه میکنی کدام آهنگش است؟ آهنگی که زیاد زمزمه میکنم از فرهاد جان دریا آهنگ چی هست؟ بسیار کل آهنگایش از آهنگ فیلن من اگه فکر میکنم در شاید فکر مقدر نبیره یعنی تمام آهنگایش هم نمشنام. اگه آهنگ هست این لحظه در ذهن من هم نمیره مقصد پاریس داره به انگلیسی هست یک همش فکر میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. آخ خیلی میخونه تو بود که نه یاد ما هم دیدین آهنگ یا آهنگ ما شنیده ما از خودت میفهم ما آهنگ شاید خودت زیاتر دوست داشته باشی. یا آهنگ بسیار زیاد طبعا یا آهنگ قسم است که سبک خودم هم راک هستم. بله و یا آهنگ هم راک هستم دیگه ایره بسیار وقت من میخونم یعنی بسیار مشکل آهنگ است اما واقعا مشکل است یعنی... من طرز اجرای شما رو میبینیم واقعا یا آهنگ مشکل است. بله اما تا جایی که از ما یا آهنگ زیاتر چون تمرین داشتیم و همیشه خواندیم و اگه آهنگ که همیشه آدم گوش کرده باشه باز همراهش آشنایی بیشتر آشنایی باشه. اگه از خود خواهش بکنیم که این آهنگ کمش هم زمزمه بکنی امکان داره یا نه؟ آهنگ سلام علیکم؟ بسیار کوتا. خب آهنگ قسم است که نامای بعض ممالک گفته شده به آهنگ و این قسم است که پشت در پشت گرفته خونه میشه اما بازم کوشش میکنم. خب اما گفتم من کوتا اگر نباید همقدر طولانی بگیرید میشه انتریش میره. بله تا ممالکه نام نگیرید. اما درست بازم اجازه باشم. آها بفرمایید. دوست ای دوست بگو بر همه مردم خوب که نه از شرق و شمالم نه هم از غرب و جنوب خانم مشرق شوره غزل مولاناست منزلم مغرب اندوه پر از رنگ غرور بنویسید نشانی مرا خانه دوست که نه از سنگ به نوگشته نه از خشت و نه چوب هچار سویش همه بیرنگ با بیرنگی عشق من از شرق و شمالم نه هم از غرب و جنوب. بسیار مقبول تشکر واقعا. یا آهنگ ها قسم است که باید دهی کرد یا آهنگ ها رو وقت زمزمه میکنین آهنگ های آرام خب طبعا بسیار جالب میه وقت آدم زمزمه میکنه بدون کدام آلات موسیقی اما یا آهنگ ها قسم است که باید انرژی بیشتری ضرورت داره که داشته باشه جنون باشه موسیقی طبعا همراهت باید باشه واقعا بله و اینکه شما بدون موسیقی خوندین عالی یا آهنگ بسیار مقبول و داشتنی. شفیق جان خودت از اینکه یک هنرمند خوب هستی آوازخوان خوب هستی چقدر دسترسی به آلات موسیقی آیا داری نداری
یکان وقت می نوازی بزارت مشکلی یعنی؟ من بیشتر اوقات وقت بیکار می باشم یکان سرگرمی من میست که گیتار می نوازم بای خود بسیار خوب دیگر بیشتر یکان آلی که علاقه دارم بیشتر گیتار هستن هرمونیا کار میکنم هر آلک پیش به هر آلک پیش آمد خوش آمد کار میکنم اما بیشتر گیتار می نوازم بیشتر گیتار دوست داره و می نوازی و چقدر البته امی آلات موسیقی هنرمند آشنا میزده به اینکه امو بتونم آهنگای خود خوبتر و عالیتر اجرا بکنه خب آلات موسیقی طبعا بسیار هر کدامش همکاری خاص خود داره همراه آواز وقتی همراه گیتار شما می نوازین می خوانین گیتار باز خوبیش چی هست که هم شما می تانین کورده بگیرین هم لای هم بگیرین یعنی گفتم می دم یک ارکستر کاملا برابر هم منظم هست تکمیل هست یعنی همراه گیتار همراه گیتار بله وقتی شما همراه هارمونیا یا کیبورد دیگه چیزا می خوانین یعنی می تانین فقط بنوازین اما لای که نواخته میشه همراهش نمی تانین یعنی امکان نداره که همراه هارمونیا لای بگیرین اما همراه گیتار امکان داره هم لای بگیرین هم کورد بگیرین یعنی گیتار قدر مهم است شما کاری زیاد میکنید کاری زیاد بله. میکنید در با آواز خوان بله خب هارمونیا هم قدر کمک نمیکنه که گیتار میکنه نه خیلی اگر طبله و جوش گرفته میتونه طبله و هارمونیا بیا میتونه گرفته اما باز در هارمونیا کورد گرفتن همیشه کورد گرفتن همیشه در عین وقت میخوای بنوازی چون یک دست مصروف پک کردن میباشه بله باز وقتی میخوای بنوازی کورد گرفتن همیشه همراهش بله خودت تا به حال همراه هارمونیا آهنگ خواندی یا نه همراه هارمونیا البته خواندیم البته بسیار زیاد خواندیم آهنگ و تمرین آواز هم همراه هارمونیا هم زیادتر کردیم و قسمت از ما که هر سبک که باشه من میخوانم کوشش میکنم بخوانم بخاطر که هنرمند اصلی امو هست که یک سبک خاص از خود داشته باشه بله. اما در سبکای دیگه هم یعنی کاملا باید راحت باشه راحت باشه بلدیت داشته بله باشه و بخصوص سبکای محلیش تو دوست داری یا نداری تمام سبکا رو من دوست دارم و احترام زیاد دارم به تمام سبکا بسیار خوب غزل باشه چی پاپ چی راک خوب است که هنرمند امیر قم باشه مثل خودتون گفتین به هر سبک باید آهنگ بخونه و اما از اوقار مد نظر بگیر اینکه خودت این کارو کردی همیشه موفق باشی میخوایم یکی از آهنگای دیگه تا هم بشنویم خب چون از سر گفتیم شروع میکنیم آهنگ دومی آهنگ بیوفا بود که یام سبک پاپ راک گفتم میشه به سبک خودم هست بسیار خوب امی آهنگ اگر اجازه شما باشه اجازه دوستا باشه. حتما دوستا هم بیننده هستن میخوان از شاگردان سرو شانگ زیبایش بشنون پس خوب است که آهنگ بیوفای خود تقدیم بر شما ایزان بکنن پس امرایش بکنن و برامره هم تا آخرین دقایق تماشا بکنن for the
زیر پایش کرد و رفت بی وفا دل را زیر صد بلایش کرد و رفت هم نشین تشکر از این آهنگ زیبای شفیق جان عزیز و باز هم خاطرات این آهنگ تازه ساختین امشب در برنامه و شفیق سروش میگه وقتی که اینا هنرمند شدن یا آوازخوان بسیار خوب شدن تا این لحظات که بسیار مقبول میدرستن آهنگ های زیبا و مقبولشان چقدر خودت زحمات البته در این راه کشیدی و چقدر عرق ریختاندی تا که دانستیم تا آهنگ های زیبا را تقدیم بکنی برای خواننده والا زحمات بسیار زیاد کشیدیم همیشه در رقابت بودیم دوستا شاهد بودن همیشه در رقابت بودیم و وقتی ما در رقابت می باشم بله. تمام فوکس ما سر همو کار می باشه کار می باشه باید قسم پیش برم قسمی که باید مرا از دیگه کسا کاملا مختلف نشان بدم همیشه کوششم همی بودم کاملا کارهایی کنم کاملا مختلف باشم شفیق خودت زیادتر کیها دهی را تشویق کرده و همکاریت میکنن؟ مرا بیشترین تشویق برادر مجیب جان، پدر جان و ایوان دوستای دیگه هستن یازنین زبی جان بسیار زیاد تشویق میکنن همیشه و در هر را امرای من هستن همکاری میکنن یعنی ایره باید مطمئن باشیم ایزان هر کسی که در هر مسلک باشه انتخاب بکنن یگانه رایش که باعث پیشرفتش میشه شاید تشویق باشه کاملا در هر کار وقتی تشویق نبود هیچ شاید این تجربه هم خودت کرده باشی گپ وقتی که تشویق شدی از طرف بعضی از دوستا و فامیل شاید پیشرفت زیادتر کرده باشی در کارهایت کاملا وقتی من آهنگایی را که اجرا میکنم یگان آهنگا که بسیار زیاد بازخوش شما تشویق میکنن و ما روحیه میگیرم باید از این کلام بهتر باید بخونم که از این کلام زیادتر تشویق شم بسیار خوب و برمیگردیم از مسئله هنر موسیقی میم سر گپای البته عامیانه و که مربوط میشه به خود شفیق جان متفاوت میشه استایلت روز به روز نفهم که چی تاثیر از خود انتخاب میگیریم تو استایل را یا کسی برات مشوره میده چطور خب بسیار جالب گپ سر استایل اومد آها دیگه از ما قسمی که گفتم کار موسیقی میخوام کاملا متفاوت باشه میخوام استایل من کاملا متفاوت باشه و یعنی قسمی باشه که دیگه کسا مرا باید فالو کنم دیگه کسا بسیار خوب است که اینا بخیر کسایی هستن که همچون میدرخشن ضمن از اینکه تفاوت کار در هنر موسیقیشان میباشه در استایل و طرز لباس پوشیدن و بعضی گفای دیگهش همچنان هست که شفیق جان این نواره کرده و متفاوت بوده همیشه هم متفاوت باشه همیشه خوب عالی بود رخشی شفیق جان و یکی از آهنگای دوگانه خودت داشتی باشه مجیب جان و دوستا شاید بعضی هاشون بگوین چرا با یکی از طبقه اوناس خود یک آهنگ نمیتونی که نمیخوانی البته دوگانه خب به قسمی که گفتین نمیتونی یک آبانه نشده نمیتونی اگه هم درست هسته نه نمیتونی هم درست هست تا جایی یعنی نمیتونی نه من هم میتونم واقعا یعنی سبکی که من دارم یعنی با یک دختر خانم بسیار مشکل است تا جایی که هست من نمیگم کسی دیگه نمیتونه خوانده اما یعنی سبک راک سبکی است که من باز از این شاید بیشترین کارهای من سبک راک باشه و این سبک پیش بردنش یعنی بسیار مشکل است مشکل است و کسایی هستن که مثلا شاید بتونن اما تا هنوز هم امرایشون سر نخوردیم در افغانستان خصوصا کس راک بخونه و ما از طبقه اونا خب و ما هم تا به حال ندیدیم کسی که آهنگای راک بخونه بخصوص از دختر خانم ها خوب است یکی از دختر خانم هایی که از یک شارا باشن اگر اونا آمانده باشن شاید اگر رفت نکنیم تصمیم جدارم بخیر خوبی کارهای آینده است بخیر چون کار مشترک خوب است کاملا پیشرفت زیادتر می داشته باشه بله انسان خب تشکر
امید صحبت ها خسته کن نبوده باشه. خواهش میکنم فیصل عزیز. خوب است ایزان، خوب است که در این لحظات برنامه یکی از آهنگای بسیار خوب را که شفیق جان هم دوست داره به نظر من و شما دوست داره هم دوست داره، یکی از آهنگای هندی را میخواهی که براتون زمزمه بکنه. شفیق جان چطور؟ آهنگ هندی؟ بله. خب گاهی اوقات ما شنیدیم که آهنگای هندی بسیار مقبول زمزمه میکنیم، من میخواهم که امشب هم یکی از آهنگا را زمزمه بکنیم. یا برای خودت بگذاریم کدام آهنگ؟ آهنگای هندی؟ خب یک آهنگ شما بگوین اگر شما بگوین. خب من خب مذهب خودت گذاشتم. خب مذهب خودم. بله. خب مذهب خودم یک آهنگ هندی را تقدیم دوستان میکنم. خب بفرماین یک زمزمه خوب با شما مشتایم. باتوں کو تیری ہم بلا نہ سکے، ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو سکے، دل میں ہے زندہ ہر گھڑی تو کہے، ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو سکے، باتوں کو تیری ہم بلا نہ سکے، ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو سکیں. بسیار آهنگ مقبول زمزمه کردی و این دوستا شما هم متوجه بشین که آهنگای هندی را هم بسیار مقبول شفیق جان زمزمه میکنه و میخوانن. و شفیق جان برای ما میگه یکی از خاطرات جالب، یکی از قصه‌هایی که هیچ از یاد نرفته باشه در جریان آهنگای البته کلپ میکنی اتفاق افتاده باشه، اگر یاد خودت باشه بعض اوقات همچه اتفاقات مفته. چی خوب است خاطره جالب از خود این برنامه را بگیم. خود برنامه؟ از خود این برنامه دوری میفا. بله. یک بار ما امروی مجیب جان آمده بودم. آها بله بله. بسیار جالب که به نظر من شاید اولین شب بوده باشه که یک قسمی چیز بسیار جالب شد که برنامه در نصف رسیده بوده، نیم برنامه شده بود که بارش بارید. آها بسیار جالب دیگه. باز از باز دیگه اون دو که بارش بارید ما دل ما خوش دیگه اجرا کردیم بسیار جالب، اما وقت دیدیم پسان دیگه یک ذره وقت برنامه رو دیدیم و بارش بسیار جالب مثل ما وقت برنامه رو دیدیم بعد بارش میوری تو که میگم مگس ها چهار طرف شد. برای بسیار همشه جالب بود تقریبا یک سال میش از برنامه که ثبت کرده بودیم و شفیق جان موجب هر دویشان در برنامه بودن و بارشه که باران بارشه که باید در وقت همون شب بسیار جالب بود. ما فکر میکنیم برنامه رو کنسل میکنیم اما بازم گفتیم نه نخواد بارش زیادتر شوه دیگه به مو حالت ثبت کردیم. اما بسیار جالب بود ثبت شد واقعا. تو که یادتون بود به این خاطره فراموش نمیشه خاطره جالب بود این خود برنامه. تشکر از اینکه باز هم یاد کردی از گذشته های برنامه دوری میپا و خوب است که آهنگ یاد به خیر حال دیگه نوبت رسیده که باید بشنویم. خب بالاخره انتظار به پایان رسید. آهنگ تقدیم دوستان میکنیم. خب قسمی گفتم یک کار کاملا جدید است. پس این کار جدید شفیق سروشه که چگونه کار هست؟ البته این آهنگ چگونه هست ما هم تا به حال نشنیدیم با کمل. البته آهنگشانه میخوایم که شب بشنوم دیگه شما هم ما را بدید نباشین برای زیباره. پس شفیق جان ما یکم در خدمت خود هست. تشکر فیصل عزیز. دیگر از یاد تو فارغ میکنم دل را همیش، دیگر از یاد تو فارغ میکنم دل را همیش، میکشم احساس عشق با که کامل را کشمی ساس عشقی با که کامل را همیش، دیگر از یاد تو فارغ میکنم دل را
نکردی احتنام، ناامیدی دید پوسیدم، نکردی احتنام، کی پرستم دیگران چشم من قاتل را همیش، کی پرستم دیگران چشم من قاتل را همیش، میکشم احساس عشق پاک کامل را همیش، میکشم احساس عشق پاک کامل را همیش، دیگر از یاد تو فارغ میکنم دل را همیش. بسیار مقبول، این هم یکی از آهنگ‌های جدیدشان، آهنگ یاد که انتظار به پایان رسید، اجرا کردند در برنامه امشب دوری میفا. و شفیق جان خان تشکر از این آهنگت. در آغاز برنامه خود معلومات درباره آهنگ شما گفتین، اما شاید بعضی از بیننده ما که امیل ازش شاید بیننده باشن برنامه را و تازه تلویزیون روشن کرده باشن، میشه که یک معلومات دیگه هم کوتاه بگید در مورد آهنگ؟ خب بعضا میخوایم بهتر بفهمیم. چرا نه، امید است شما را خوشون آمده باشه، دوستان عزیز علاقمندان را خوشون آمده باشه. مهم هم نیستم دیگه، آهنگ چهارمین بود، آهنگ یاد و کمپوزر عزیز رفیع آریا بود، شعرشام از اندلیب مشتری بود، ویدیو کلیپشام مشعل جان فی ساختن و موسیقیشام در کراچی پاکستان ساخته شده. بسیار هارد راک است، بسیار آهنگ زیبا بود و ما را خود همین چند لحظه بسیار چی میگن گرفتم تو میگن آهنگ زیبا بود. عزیزان در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، تشکر میکنم از همراهی هر یک شما که تا به حال بیننده برنامه بودیم و تشکر میکنم از شفیق جان سروش که امشب در برنامه دور میفا آمدن و برنامه را واقعا مقبول ساختن با آهنگ بسیار خوب. و خود اگر در اخیر خودم کدام پیام بره شفیق جان عزیز که همراه در خدمت خود هست، شکر فیصل عزیز. خب اجازه بدین تشکری کنم از شما، از همکارای عزیز شما که قدر زحمت کشیدن بخاطر برنامه، و امید است برنامه به مردم و علاقمندا و شما خسته کن تمام نشده باشه همراه من. و تشکری میکنم از برنامه دوری میفا، از تلویزیون سبا که همیشه جوانان رو تشویق کردن و هنرمندا را. خب پیام اخیرم همی هستن که عزیزا، مردم ما در هر جایی که هستن در فضای صلح زندگی کنن، صلح آرامی، وقت صلح باشه، ما میتونیم هر کار کنیم. بله کاملا، و میتونیم بسیار کاملا موفق پیش بریم در زندگی خود دیگه. فقط
موفقیت میخوایم برشون در زندگیاشون. خب تشکری خاص از شفیق جان سروش و شما بیننده که تا به حال بیننده برنامه دوری میفا بودین، خوش و سعادتمند باشین. این بود برنامه دوری میفا خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت حاضر میشم با یک آوازخوان جوان، هنرمندای خوب کشور ما، همتون به خداوند یکتا میسپارم. شاد و موفق باشین، پیروزی از آن همه شما. خداوند نگهدارتان.